پسر ششم به سما جذبه هستی آفرینش اقتدار سرنوشت او به آن گونه بود که تقدیر آن را مهیا کرده بود. نه تنها او را به دنبال خود نمی برد، بلکه با سرنوشت او همراه شده بود. سر شب در سکوت گذشت، سراسر روز ما، سراسر سال، سراسر عمر در سکوت گذشت. نه صبری بود مرا در این سکوت، نه سودی بود او را در شنیدن آن. Thank you.
تو رفته ای و فضای خانه من سخت تنگ، سخت نفسگیر شده است. گویا شب صبح نمی شود، گویا عمر من امشب به آخر می رسد. سکوت، وجود. چه شبی بود نمیدانم من. سفری بود که در خواب نبود.
من گریستم و باقی که سبز بود به زردی نشست و او باز نگشت. شاید از من دلگیر بود، شاید از خیش، شاید از همگان رنجیده بود. زندگی نبود، هنگامه درد بود. از آغاز تا به انتها، و من افسوس می‌خوردم که چرا، چگونه به اینجا رسیده بود. زمین آمیزه آتش و خون، زمین آمیزه پستی و جنون. Thank you.
انقدر صادق بود که در هنگام گفتن روز خوش، گفتن دوست دارم تو را، به گریه می افتاد. آری می دانم در اینجا این گونه است. او را عجیب می نامند. آن را عجیب می خوانند. تسلیم محض حیات بود. با چشم های نمناک از اشک، شاهد فنای خیش، فنای همه چیز، فنای همگان بود.
در حضور عشق دلدادگی، این بار به قصد اعتراف، خالص و عریان نشسته بود. هرگز به آن تفاهم مطلق نخواهیم رسید. شاید دلیل هستی نیز این بود. این بود که ما را این گونه به وجود آورده بود. Thank you.
ساده می گوید، با واژه هایی ساده و سهل. آفتاب پاک صداقت اگر غروب کند، چه کسی تاریکی را تجربه نخواهد کرد؟ هزار بار خاطره بود، هزار بار گفتگوی دوباره بود. راستی چند بار دیگر باید به زمین بیاییم تا این زندگی چند روزه، این حیات ناپایدار را عاقبت باور کنیم.
چرا میگویند دریغ، دریغا این و آن گذشت، سر آمد روزگار کودکی، سر آمد عاقبت عمر این کودک. آری، کودک و کودکی آن بود که از گفتن این حرف بی خبر بود. من چه دارم که از آن بیخبرم؟ من به آوارگی با باد در راهم، من به آشفتگی ابر را همراهم. Thank you.
حضور گم شده به کدام سوی بشتابم؟ گفتن تو را دوست می دارم تقاضای زیادی نیست، تقاضای زیاد یک انسان از یک انسان نیست. قصه بی سر و سامانی او قصه تازه‌ای نیست که از آن حیرانی. چه کسی باور می‌کرد که رهگذر آواره پریشان حال آشفته گوی به پشت پنجره اتاق خانه تو نیز برسد؟
من برای گفتن بسیار دارم. با من بنشین، همراهی کن مرا. برای گفتن، برای شنیدن و باز شنیدن هیچ دیر نیست، هیچ دیر نمی شود. حضور مردمان هیچ حرف تازه‌ای نبود. از قامت و مرتبه‌ای بلند به کاستی زبان می گشودم. از آدمی کوچک به بزرگی یاد می کردن.
مرا با خود نمی برند و این خود موهبتی عظیم است. دست هایشان فاجعه می سازد و حضورشان نفرت برمی انگیزد. جان سالم به در برد و گریخت. آری، زندگی روزهای سیاهی هم دارد. Thank you.
به کودکی خود رفت. رنگ بر و شاخ و برگ شاهتوت بل دست و صورت و لباس او نشست. به باغبان تون خوی چگونه پاسخ گوید؟ دست و صورت و لباس او نیز خود بر و شاخ و برگ شاتوت شده است. و آن ماه کامل پاره پاره شد در نگاه ما. در لابلای شاخ و برگ درختان، در میان راه، آنچه را که می دیدیم اگرچه پاره پاره بود، ماه کاملی در پایان این راه بود.
موسیقی